یکی از هیجانی ترین فیلم های دنیا که باعث میشه تا آخرش میخکوب بمونید. گیلاسیا سلام، امروز از سبک ترسناک فاصله گرفتیم و یکی از بهترین فیلم های دنیا یعنی دیپارتد محصول 2006 با نمره 91 راتن تومیتوز رو میخوام ببینیم. این فیلم همه چیز فوق العاده است، از بازیگر بگیر تا فیلم نامه و کارگردانی و تاثیرگذاری که خلاصه همه چیز. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه سری از عملیات‌های مافیای بزرگ تو آمریکا رو می‌بینیم که رهبرشون مردیه به اسم فرانک کاستلو. کاستلو میگه که من ترجیح میدم دنیای دور و برمو خودم بسازم تا اینکه تحت تأثیرش قرار بگیرم. کاستلو یه روز به فروشگاه میره، وقتی داره خرید میکنه پسر بچه‌ای رو به اسم کالی میبینه. کالین پدر و مادرش رو از دست داده و با مادر بزرگی زندگی میکنه و الان اومده برای خونه‌شون یه خورده چیزی بگیره. کاستلو به این پسر موهبت میکنه و براش یه دونه مجله هم میخره. بعدم بهش یه خورده پول میده و میگه اگه یه موقع مشکلی تو زندگی داشتی یا مادر بزرگی کاری داشت پیش من بیا بهت کمک میکنم. کالین هم به خاطر وضع بعد خانواده‌اش تصمیم میگیره به این پیشنهاد فکر بکنه و چند سالی میگذره و میبینیم که حالا مثل یکی از وردست‌ها و نوچه‌های فرانک شده. البته که یه جوری مثل پدر بهش نگاه میکنه و فرانک هم واقعا مثل یه پدر کالینو دوست داره. چندین سال دیگه هم میگذره و حالا کالینو میبینیم که توی پلیس استخدام شده و بالاخره دوره تمرینش رو به پایان میرسونه. فرانک هم با ماشین میاد دنبالش، بهش جایزه فارغ التحصیلی میده و بهش تبریک میگه. بعدم میگه از الان تو جاسوس من و باید هر کاری که میگم برام انجام بدی چون همه زحمتاتو من کشیدم. کالین هم خب مشکل با این قضیه نداره و قبول میکنه. از طرفی شخصیت دیگه‌مون یعنی بیلی رو میبینیم. بیلی هم تازگی توی پلیس استخدام شده و بالاخره دوره تمرینش رو به پایان رسونده. البته که بیلی یه پسر خیلی خوبه، خانواده‌اش رو از دست داده و خب کاری هم با خلاف نداره. هر دو نفرشون هم بعد مدتی برای کارگاه شدن درخواست میدن. دو نفری که باید اینا رو استخدام کنن هم کاپیتان‌های همین ایستگاه پلیسن، یعنی کاپیتان کوینن و سرجوخ دیگنام. مصاحبه‌ای که با کالین می‌کنن خیلی راحت و ساده پیش میره چون کالین سابقه خوبی داشته و خیلی سریع هم استخدام میشه. نوبت بیلی میرسه. دیگنام خیلی به بیلی سخت میگیره. بهش میگه ما میدونیم که پدر بزرگ عموی تو خلافکار بودن و تو همین راه هم جونشون رو از دست دادن. برای همینم من شک دارم که تو با اونا یه ارتباطی داشته باشی و مطمئن باش هیچ کاپیتانی هم حاضر نیست تو رو به همچین مرتبه‌ای ارتقا بده. هرچی هم بیلی میخواد توضیح بده حرفش رو قبول نمیکنن. دیگنام میگه که من یه پیشنهاد دیگه برات دارم. تو اگه حاضر باشی به عنوان مأمور مخفی ما کار کنی و بری توی یه باند مافیای بزرگ و برامون آمار در بیاری، نه تنها اینجا استخدام میشی بلکه کلی هم پول زیادتر بهت میدیم. جایی هم که باید بری باند یه نفر به اسم فرانک کاستلو، یعنی همون سرپرست کالین که اول فیلم هم دیدیم. کوینان هم توضیح میده که اگه بخوای این کارو انجام بدی باید یه سری برات سابقه خلاف رد بکنیم، یه چند ماه هم بری زندان که قشنگ به عنوان یه خلافکار شناخته شی. وقتی هم که کارها تموم بشه و اون باندو دستگیر کنیم همه این کارهایی که انجام دادی و خلافاتو پاک میکنیم و پروندت کلن صفر میشه. بیلی هم خب قبول میکنه و پروسه پرونده سازیشو شروع میکنن. میذارنش زندان، 4 ماه بعد میاد بیرون. میره خونه یکی از عمه‌هاش. پسر عمه‌ش تو کار خلافه و بیلی هم میره پیش شروع به صحبت میکنه. بهش میگه که من دیگه از پلیس بودن منصرف شدم و الانم دنبال پولم. اگه کاری داره که انجام بدم من هستم. در آخرم قانعش میکنه و بهش میگه که من یه پول زیادی دارم و میخوام باهاش مواد بخرم بفروشم. پسر عمه‌ش هم یه هماهنگی انجام میده و شب همراه بیلی به یه دونه کافه میرن تا با مردی ملاقات بکنن که از دستیارهای فرانک کاستلو هم بوده. بیلی وقتی یکی از نوچه‌های این یارو بهش تیکه میندازه برای اینکه خودشو بیشتر نشون بده چند تا کتک میزنه یا روم لذتش کنار. این دستیار فرانک کاستلو هم میاد پیشش و ازش معذرت‌خواهی میکنه و براش یه لیوان مشروب میخره. مشخص از کار بیلی هم تحت تاثیر قرار گرفته و تصمیم گرفته باهاش همکاری انجام بده. یه سر میریم به ایستگاه پلیس. سرجوخ دیگنام کنفرانسی گذاشته و داره در مورد مامورهای مخفی صحبت میکنه. چیز جالبی رو میگه. میگه که مامورهای مخفی ما هیچ اطلاعاتی ازشون ثبت نمیشه. یعنی حتی مامورهای دیگه پلیس هم نمیتونن اسم و فامیل و عکسشون رو در بیارن. اطلاعاتشون یه جای خیلی مخفیه و فقط هم خود اون مامور مخفی رمزشو داره و خودش میتونه اونو باز کنه. اینطوری خیالمون راحته. اگه خلافکارها یه موقع سیستم‌ها رو هک کنن یا حتی یه نفوذی توی پلیس داشته باشن هم نتونن اطلاعات اونا رو در بیارن.
بعدم جریان کاری امروزشون رو میگه. میگه که فرانک کاستلو به تازگی با چین یه قرارداد بسته و یه سری سلاح خیلی خطرناک وارد کرده. برای همینم مهمترین کارتون از امروز پیدا کردن محل زندگی کاستلو. برید و همه جا رو جستجو بکنید. کالین هم که خب نفوذی همین مافیاه دست به کار میشه و با همکارش باریگان به محله‌هایی که پلیس مشخص کرده میرن تا با یه سری از همسایه‌ها صحبت کنن، بلکه اطلاعاتی به دست بیارن. وقتی هم که میفهمه پلیسای سرنخ پیدا کردن، سری به فرانک زنگ میزنه و یواشکی خبر میده. تو همین پروسه هم با یه دختری آشنا میشه به اسم مادلین. مادلین روانشناس نیروهای پلیسه و خب خیلی کالین ازش خوشش میاد. مخش هم میزنه و باهاش قرار تو کافه میذاره. چند روز دیگه هم گذشته و میریم پیش بیلی. همچنان در تلاش که یه جوری بره توی باند کاستلو. میره توی یکی از محله‌هایی که میدونه تحت فرمان کاستلوه و توی مغازه شروع به غذا خوردن میکنه. دو نفر از یه مافیای دیگه میان و میخوان از صاحب این رستوران اخاذی کنن. بیلی که موقعیت مناسب میبینه شروع به دعوا میکنه و این دو نفر رو مثل سگ کتک میزنه. البته دستش هم میشکنه و از فروشگاه در آخر خارج میشه. شب که رفته به یه بار دیگه تا بازم وقت بگذرونه و ذهنش هم درگیره، خود فرانک کاستلو شخصا میاد کنارش. البته که بیلی تظاهر میکنه نمیشناستش. کاستلو بهش میگه بیا پشت مغازه، کارت دارم. بیلی هم میره و همونجا شروع به صحبت میکنن. کاستلو توضیح میده اون دو نفری که امروز باهاشون دعوا کردی و توی یکم مغازه های من بود جزو مافیای بزرگن. به زودی هم چند نفر میفرستن سراغت، پس بهتره که دنبال یه راه فرار بشی. البته اگه بخوای من میتونم ازت دفاع کنم، ولی خب یه سری شرایط خاصم داره. به یکی از بادیگارداش دستور میده و اونم میره طرف بیلی و میگردتش. یه دفعه به گچ دستش مشکوک میشه و حتی انقدر ضربه میزنه که میشکنه و بیلی از درد داد میزنه تا مطمئن شه که یه موقع زیر اون دستگاه شنود نباشه. وقتی خیالشون راحته، خود فرانک میاد جلو و شروع میکنه به زدن بیلی. بهش میگه که اعتراف کنه اگه پلیسی. وقتی مطمئن میشه پلیس نیست، بهش میگه که دستیارم گفت با پسرم دنبال خریدن مواد بودی. دیگه دنبال این چرت و پرتا نرو. من یه سری کار مهمتر برات دارم و به زودی میام پیشت. روز بعدی هم میرسه و کالین و چند تا دیگه مامورهای پلیس رو میبینیم که به صحنه جرم رفتن. کسایی که اینجا کشته شدن همون دو نفری هستن که روز قبلی بیلی باهاشون دعوا کرده بود. بعدش هم کالین به دوست دخترش مادلین زنگ میزنه و یه قرار دیگه با هم میذارن. بعدم سینکال گوشیشو عوض میکنه و حالا کاستلو زنگ میزنه. بهش میگه که این دو نفر رو پیدا کردن و کاستلو هم میگه آره، خودمون سربرنسشون کردیم و برای یه نفرم پاپوش دوختم که میتونید قاتل رو اونجا پیدا کنید. آدرس هم میده و خب پلیسا هم میرن و خیلی راحت یه نفر دیگر رو دستگیر میکنن. همین لحظه هم بیلیو میبینیم که به خونه فرانک کاستلو میاد. اون دعوتش کرده تا بیشتر با هم آشنا بشن. بهش میگه که من یه سری کار مهم دارم و باید ببینه که توی چه زمینه میتونی بهم کمک بکنی. یه دفعه یه پلاستیکی براش میارن که دست یه نفر توشه. بیلی با دیدنش شوکه میشه و حالش داره به هم میریزه. کاستلو اینو آواره تا بترسونش و بهش میگه با کسایی که این موقع بهم خنجر بزنن یا جاسوس باشن همچین کاری انجام میدم. بیلی که خیلی ترسیده میره توی دستشویی و سیمی که برای شونو بهش وصله رو سری میندازه دور. دیگنام و کوینان هم که دارن به این پیام گوش میدن یکم مشکوک میشن اما حرفی نمیزنن. با پایان جلسه بیلی بهشون زنگ میزنه و میگه من دیگه هیچ وقت دستگاه شنود نمیبندم. کاستلو اگه بفهمه جاسوسم، من دیگه زنده نمیمونم. اونا هم خب قبول میکنن و تصمیم میگیرن هفته یه ساعت قرار بذارن یه جا تا گزارش کاملو از بیلی بگیرن. بعدم کوینان در مورد سلاحایی که فرانک کاستلو تازگی از چینیا خریده حرف میزنه و از بیلی میخواد که هر وقت اطلاعاتی گرفت سری بهشون خبر بده. اونا هم قبول میکنه. ساعتی بعد میرسه و کالین یه خبر مهم میفهمه. یکی از افراد کاستلو بازداشت شده و هر لحظه ممکنه تمام چیزهایی که میدونه رو لو بده. برای همین هم سری خودش رو به ایستگاه پلیس میرسونه که این طرف دستگیر شده. خودش رو به عنوان وکیل جا میزنه و میره داخل. تلفنش رو به این طرف میده و ازش میخواد که زنگ بزنه و به مادرش بگه که شب نمیاد خونه. این یه کد رمزیه که اگه بگه یعنی همه کسایی که باهاش کار میکنن سری جاشون رو تغییر میدن و گم و گور میشن که یه موقع گیر نیافتن. چند روزی از این قضیه ها میگذره و هرچی بیلی بیشتر با داستان زندگی و کارهای کاستلو آشنا میشه استرسش بالاتر میره. دیگنام بهش شماره یه دونه روانشناس پلیس رو میده تا باهاش صحبت بکنه. میگه برو پیش این ازش دارو بگیر تا یکم آرامشت بهت برگرده. این روانشناس هم کسی نیست جز مادلین، یعنی دوست دختر کالین. وقتی مادلین میفهمه که بیلی مامور مخفیه، بهش میگه من واقعا دوست ندارم باهات کار کنم چون میدونم که خودم رو تو چه مخمصه‌ای میندازم. بیلی خیلی اصرار میکنه که فقط یه نسخه بنویس تا دارو بگیرم و در آخر مادلین این کارو انجام میده. بعدم میگه دیگه پیش من نیا، نمیتونم بهت مشاوره بدم.
بیلی خیلی پر رو میگه باشه، ولی بیا با هم یه قرار بریم، من دوست دارم برات یه دونه شام بخرم. مدلین هم میخنده و از اونجا میره. دفعه بعدی که بیلی میره پیش دیگنان و کوینان تا گزارش این هفته رو بده، میگه من دیگه نمیتونم کار کنم، من واقعا نمیتونم مأمور مخفی باشم، زندگیم به فنا رفته، حتی شبا نمیتونم بخوابم. دیگنان عصبانی میشه و میگه نمیتونی کنار بکشی، اگه این کارو انجام بدی تمام پروندت به عنوان مأمور مخفی رو پاک میکنم، اون موقع هر خلافی که انجام دادی حتی زندان رفتنت هم به عنوان خلافهای خودت ثبت میشه و هیچ مدرکی نداری ثابت کنی مأمور پلیس بودی. بیلی خیلی عصبانی میشه و شروع به دعوا میکنه و کوینان اینا رو هم جدا میکنتشون. وقتی هر دو آروم میشن دیگنام شروع به صحبت میکنه، میگه تازگی مطمئن شدیم که فران کاستلو یه دونه جاسوس نفوذی توی مامورهای پلیس داره، برای همینم الان خیلی حیاتیه که تو باهاش کار کنی و بفهمی این جاسوس کیه، فقط اینو پیدا کن بعد برای همیشه از اونجا برو، دیگه هم کاری نداریم. قبل خدافظی هم بیلی اطلاعات خیلی مهمو به دیگنام و کوینان میده، میگه که کاستلو داره یکی از بزرگترین معامله های سلاحش رو انجام میده و تمام اطلاعات از جمله آدرسش رو براشون مینویسه. دیگنام هم که به پاسگاه برمیگرده سریع عملیات مهمو تنظیم میکنه تا توی این معامله برن و فرانک و کل تیمش رو دستگیر کنن. این قضیه به گوش کالین هم میرسه و تو جلسه شرکت میکنه، جلسه ای که چند ساعت قبل از این معامله است. وقتی میفهمه اطلاعات پلیس کاملا دقیق و قطعا یه دونه جاسوس از طرف فرانک کاستلو اینا رو بهشون داده، عصبانی میشه. کالین سریع به فرانک خبر میده و به زنگ میزنه و تمام اطلاعاتی که پلیسا میدونن رو براش توضیح میده. همینم باعث میشه عملیات بزرگ پلیس با شکست مواجه بشه. روز بعدی بیلی به رئیسش یعنی کوینان و دیگنام زنگ میزنه، بهشون میگه من دیگه مطمئن شدم که یه جاسوس توی ایستگاه پلیسه، چون فرانک کاستلو همه چیزا از صفر تا صد میدونست، تمام برنامه‌اش رو مطابق با اطلاعات پلیس تغییر داده بود و این یعنی یه نفر همه چی رو شنیده و بهش گفته. استرس بیلی از همیشه بیشتره. به مدلین هم زنگ میزنه و بهش میگه باید باهات صحبت کنم. وقتی به یه کافه میرن و میخوان حرف بزنن، بیلی مشخصه که ازش خوشش اومده، اما مدلین بهش میگه من توی رابطه خیلی جدی ام و دوست پسر دارم و نمیتونیم با هم باشیم. مدت دیگه ای هم میگذره و همچنان بیلی برای فران کار میکنه. توی یکی از ماموریتاش هم یه دوز زاور رو داره کتکش میزنه و ازش میخواد که سهم فرانکو زودتر بده. این وسط دوز یه حرفی میزنه که خیلی روی مخ بیلی میره. خلاصه حرفش اینه که فران کاستلو در گذشته مامور دولت بوده، توی FBI کار میکرده و از همین طریق هم داره این کارهای بین‌المللی خلاف رو انجام میده. خب این خیلی مهمه، چون یعنی فرانک توی دولت هم کلی آشنای مختلف داره. برای همینم بیلی سری این خبر رو به رئیسش کوینان و دیگنام میده. یه شب دیگه هم میرسه و مافیای فران کاستلو بیلی رو به یه جایی دعوت میکنن. از لو رفتن اون عملیات که فهمیده بودن یه جاسوس بینشونه، همشون به هم مشکوکن و حالا فرانک هم یه دستوری داده. همشون باید اطلاعات شخصی و خانوادگی و شماره تماس همه کسایی که میشناسن رو توی برگه بنویسن و توی یه دونه پاکت نامه بذارن. روشم بنویسن اعتماد شهروندان. یه روز دیگه هم میرسه و بیلی میخواد با مدلین صحبت کنه. اونم میگه بیا خونه، کار دارم نمیتونم. اونم همین کارو انجام میده و میبینه مدلین داره اساس کشی میکنه. قراره که بره با دوست پسرش یعنی کالین زندگی کنه. قبل از اینکه بره یکم با هم صحبت میکنن و میفهمیم مدلین هم از بیلی خوشش میاد. یه دفعه همو میبوسن و با هم رابطه برقرار میکنن. این شب میفهمه فران کاستلو با یکی از بادیگاراش به یه جای مخفی دارن میرن. برای همینم یواشکی اونا رو تعقیب میکنه و میرن توی سینما. میبینه که یه نفر میاد باهاش قرار داره و ما میدونیم که این کالینه، اما خب بیلی نمیشناستش. کالین میاد و تمام پاکت نامه ها رو از فران کاستلو میگیره تا اطلاعات همه رو توی ایستگاه پلیس بگرده. بیلی که فهمیده کالین همون نفوذی مافیا توی ایستگاه پلیس، شروع به تعقیبش میکنه تا چهرهش رو ببینه و بالاخره اطلاعاتش رو در بیاره. همین که داره رومالش میره، یه رفیق کالین متوجه میشه و یه جا قایم میشه. وقتی یه نفر نزدیکش میاد، بدون هیچ فکری با چاقو بهش حمله میکنه، اما خب این یه مامور رستورانه و بیلی که فهمیده بوده کالین متوجه شده از اونجا در رفته. خلاصه که نه بیلی قیافه کالین رو میبینه، نه کالین قیافه اونو. از روز بعدی هم هر دو استرسشون بیشتره و توی ایستگاه پلیس هم بین کالین و رئیس بیلی یعنی دیگنام یه دعوای شکل میگیره. دلیلش هم اینه که دیگنام مطمئن کالین نفوذی مافیاست، چون وقتی اون اومده همه چیز داره لو میره. کالین هم داره به هر دری میزنه تا یه حکمی چیزی جور کنه و از دیگنام اطلاعات تمام مامور مخفی های پلیس رو بگیره، بلکه بفهمه کی توی باند فران کاستلو نفوذیه. از وقتی هم که کالین شروع میکنه به جستجوی اسمهایی که فران کاستلو داده، هیچ اطلاعاتی به دست نمیاره و اعصابش به هم میریزه. فکری به سرش میزنه و میگه قطعا این نفوذی یه قراری با کوینان یا دیگنام میذاره. برای همینم یه حکمی میگیره و کوینان رو تحت تعقیب قرار میده که بتونه موقع قرار با بیلی مچشو بگیره.
میگیره. روز دیگه هم رسیده و بیلی با اعضای گروه فرانکاستلو دارن صحبت میکنن. فرانکاستلو با یه سری دعوا کرده و میاد پیش بیلی و بهش میگه امشب برو آفی، هیچ کاری باهات ندارم، قراره با یه سری از اعضای جدید تیمم بریم یه جایی، میخوایم یه معامله مواد انجام بدیم. بیلی هم سری زنگ میزنه به رئیسش و این جریانو میگه، اما تاکید میکنه که مطمئن نیستم خبر درستی باشه یا نه. این در حالیه که فرانکاستلو هم به نفوذیش یعنی کالین زنگ میزنه و بهش میگه من به یکی از افرادم یه سری اطلاعات اشتباه دارم که میخوام معامله انجام بدم، اگه این خبر بهتون رسید مطمئن میشم نفوذیمون همونه. خب میدونی که میخواد اینطوری بیلیو تست کنه، اما کالین میگه که نه، هیچ خبری نیومده و قطعا اون همچین کسی نیست. بعد قطع کردن هم یکی از همکارای کالین زنگ میزنه، کسی که کوینان همیشه تعقیب میکنه. بهش میگه کوینان داره تنهایی به سمت یه جای عجیب میره و آدرسو براش میفرسته. میبینیم که کوینان اینجا با بیلی قرار داره توی ساختمون متروکه روی پشت بوم. کالین هم سری به مافیا فرانکاستلو خبر میده و اونم چند نفر رو میفرسته که بیان اینجا، چون مطمئن کوینان داره با نفوذیش تو باند خودش ملاقات میکنه و میخواد هر کی از همینجا کارشو تموم بکنه. میریم سراغ کوینان و بیلی که دارن صحبت میکنن. بیلی میگه من واقعا دیگه نمیکشم، خیلی خطرناکه، جونم تو خطره، و کوینان هم درک میکنه و میگه واقعا نمیدونستم انقدر قرار جدی بشه. تو این یه هفته هم کلا ماموریتو تموم میکنم و دیگه از اونجا میری بیرون. افراد کاستلو دارن به همین سمت میان و رهبرشون هم یه مردیه به اسم دلاهانت. دلاهانت که فکر میکنه بیلی از خودشونه بهش زنگ میزنه و میگه آمار این نفوذیه رو گرفتیم و آدرس براش میفرسته و میگه سری بیا اینجا، میخوایم بریم بالا سرش. بیلی وحشت زده میشه و به کوینان میگه باید سری در بریم، آمارمون لو رفته. پایین همین ساختمون مامورهای کاستلو سر میرسن. اون طرف هم کاراگاهایی هستن که داشتن کوینان رو تعقیب میکردن. فکر میکنن قراره یه معامله شکل بگیره و کوینان مثلا یه آدم فاسده. خبر این قضیه هم به کالین میدن و کالین میگه سر جاتون بمونید و کاری انجام ندید. مامورای کاستلو میرن بالا. کوینان و بیلی وحشت زدن و کوینان میگه تو اگه راه دیگه برو، من اینا رو دنبال خودم میکشونم و در آخر گمشون میکنم. بیلی از پله های استرال خودش رو میرسونه پایین. همین که میاد توی کوچه یه رفعی جنازه کوینان از بالای ساختمون پرت میشه پایین و بیلی شوکه میشه. چند لحظه بعد مامورهای کاستلو هم میان دم در. بیلیو میبینن و فکر میکنن بعد اینکه به زنگ زدن خودش رو به اینجا رسونده. بهش میگن چرا انقدر دیر اومدی، بیا سریع فرار کنیم، و بیلی هم به همین نقش تم میده و سوار ماشین میشه. همین لحظه هم کاراگاهایی که دم درن ماشین پیاده میشن و شروع به شلیک سمت اعضای مافیا میکنن. یکی از تیراشون هم به شکم دلهانت میخوره، رهبر همین گروه. بقیه‌شون هم بعد چند تا تیر زدن فرار میکنن. میریم به ایستگاه پلیس. دیگنام خیلی عصبانیه به خاطر اتفاقی که برای کوینان افتاده. از طرفی هم فهمیده که کالین چند نفر رو فرستاده تا کوینان رو تعقیب کنن. برای همینم هم داد و بیداد میکنه و بهش میگه تو باعث شدی رفیق من کوینان از دست بره. کاپیتان پلیس هم داره این صحنه رو میشنوه و کالین بازم شروع به دروغ گفتن میکنه. میگه کوینان یه آدم فاسد بود، منم فرستاده بودم که آمارش رو بکنم. بعدم مگه نگفته بودی که رفته بوده با مامور مخفیتون ملاقات کنه؟ پس احتمالاً همون قاتله. باید اطلاعاتشو بدی که ماها بریم دنبالش. میخواد اینطوری بفهمه این طرف کیه. دیگنام با عصبانیت داد میزنه و میگه من بمیرم این کارو نمیکنم، دست تورم تهش رو میشه. کاپیتان پلیس هم که طرف کالینو گرفته به دیگنام میگه باید اطلاعات مامور مخفیتو بهمون بدی، اما دیگنام این کارو نمیکنه و مطمئن کالین همون نفوذیه باند کاستلوه. بعدم استعفا میده و برای همیشه از ایستگاه پلیس میره. میریم پیش بیلی و افراد فرانکاستلو. به مخفیگاهشون رسیدن و همشون به خاطر اتفاقی که اونجا افتاده شوکه شدن. بیلی میره سمت دلهانت، کسی که به شکمش تیر خورده. دلهانت به آرومی در گوش بیلی میگه من بهت اونجا آدرس اشتباه داده بودم، چجوری خودتو رسوندی پیشمون؟ بیلی دستش بر روی اسلحه‌اش و آماده مبارزه شده، ولی دلهانت بهش میگه به نظر چرا بقیه نگفتم، و برای همیشه چشماشو میبنده. بیلی میفهمه که دلهانت هم مامور مخفی پلیس تو این باند بوده و برای همینم آمارشو به بقیه نداده. بیلی با ناراحتی از اونجا میره و دم سر کار مدلین وامیسته، میخواد باهاش صحبت کنه. مدلین بعد کار میاد بیرون، با دیدنش میره بغلش و سرش تو آغوش میگیره، اما میگه من دیگه نمیتونم باهات دوست باشم چون داری حسمو به هم میریسی، و اونم بیلیو تنها میذاره و ازش خدافظی میکنه. کالین هم توی ایستگاه پلیس تنها، یه بار دیگه از این مخمصه جون سالم به در برده و لو نرفته. روی میزش تلفن کوینانه، برش میداره و با آخرین شماره‌ای که داخلشه تماس میگیره. تلفن بیلی زنگ میخوره، تلفن مامور مخفی بودنش. خیلی ترسیده و نمیدونه باید جواب بده یا نه. در آخر این کارو انجام میده اما هیچ حرفی نمیزنه. بیلی و کالین هر دو تلفن رو بغل گوششون گرفتن و هیچ کس چیزی نمیگه. در آخرم بیلی تلفن رو قطع میکنه، اما چند لحظه بعد فکر دیگه ای به سرش میزنه.
تلفن رو برمی‌داره و با شماره کوینان تماس میگیره. کالین هم جواب میده و خودش رو معرفی میکنه. میگه من کارآگاه پلیسم و پرونده های کوینان رو الان به عهده گرفتم. میدونمم که تو برای اون مأمور مخفی بودی. الانم میخوام از این بعد باهات همکاری بکنم. بیلی هم باورش میکنه و میگه که قرار بود کوینان من از این پرونده بیرون بکشه. کالین هم میگه پس بیا به ایستگاه پلیس با هم صحبت کنیم. بعدم قطع میکنه. میره سراغ لوازم دیگه کوینان و دفترچه‌ای رو برمی‌داره که در مورد اطلاعات بیلی نوت مینوشته. یه جمله خیلی عجیب میخونه، جمله‌ای که قبلتر بیلی بهش رسیده بود، اینکه فرانکاستلو قبلا مأمور FBI یا مأمور دولت بوده و این خیلی برای کالین عجیبه چون هیچ وقت همچین حرفی رو نشنیده بوده. یعنی فرانکاستلو کسی که مثل یه پدر بهش نگاه میکرده، همیشه بهش یه دروغ بزرگ میگفته. همین لحظه هم فرانک و تیمش دارن میرن تا بزرگترین معامله اسلحه‌شون رو انجام بدن. کالین به فرانک زنگ میزنه و میگه مأمورای پلیس آدرستون رو پیدا کردن و دو تا ماشین دنبالتونن. فرانک سرش داد میزنه و میگه تقصیر توه، پس یه جور از شرشون راحت شو. کالین قطع میکنه، میره پیش کاپیتان پلیس و بهش میگه که الان با مأمور مخفی کوینان صحبت کردم و فهمیدم که فرانک کاستلو داره جای دیگه عملیاتش رو انجام میده. به اون ماشینایی که دنبالشن بگید راهو عوض بکنن. بیلی که همراه فرانک تو ماشینشه به کالین اسمس میزنه و آدرس محلی که الان هستن رو میفرسته. فرانک کاستلو و تیمش میرسن و میخوان معامله رو انجام بدن و یه رفعی صدها مأمور پلیس از همه طرف سر میرسن. تیراندازی شروع میشه، بعضیا تسلیم میشن و فرانک کاستلو پا به فرار میذاره و یه گوشه قایم میشه. چند لحظه بعد به گوشی کالین زنگ میزنه. صدای تلفن همین نزدیکی میاد و میبینه که کالین داره میاد سمتش. کالین بهش میگه تو مأمور FBI بودی، همه زندگی بهم دروغ گفتی و معلوم نبود کی بخوای برای منم پاپوش درست کنی. حتی دیگه نمیدونم کی هستی. بینشون بحث شکل میگیره و فرانک عصبانیه و فهمیده که کالین لوش داده، یه رفعه اسلحه‌شو در میاره. اما کالین زبلتر رو با شلیک گلوله کار فرانکو تموم میکنه. بالاخره باند فرانک کاستلو گیر افتاده و همه مامورها هم خوشحالن. وقتی بیلی به پاسگاه برمیگرده همه تشویقش میکنن. میره تو اتاقش و بیلی همونجا نشسته و منتظرشه. بالاخره این دوتا نفوذی هر دو با هم روبرو میشن. البته که فقط کالین میدونه بیلی نفوذی بوده و بیلی هیچ اطلاعی نداره. انگار کالین تصمیم گرفته زندگیشو تغییر بده و دیگه نمیخواد تو خلاف باشه. برای همینم به بیلی میگه که مأموریت تو تمومه، هر کاری هم که بهت گفتم برات انجام میدیم، پول به حسابت واریز میشه، پرونده‌ت هم دیگه پاک میشه و طبق قبل به زندگی عادیت ادامه میدی. بیلی پسورد اطلاعات محرمانه‌شو به کالین میده تا بره فرمشو پرینت کنه و برای همیشه این پرونده رو تمومش کنن. وقتی که بیلی تنها میشه، روی میز کالین رو نگاه میندازه. یه رفعی با بهت به پاکت نامه نگاه میکنه که روش نوشته اعتماد شهروندی. حالا میفهمه فرانک کاستلو تمام اطلاعاتش رو برای نفوذیش، یعنی کالین، میفرستاده که اون این کارها رو انجام بده. بالاخره فهمیده نفوذی فرانکی بوده و فکر میکنه که الان کالین میخواد یه بلایی سرش بیاره. برای همین هم سریع از اونجا فرار میکنه. کالین به اتاقش برمیگرده و فرمو پرینت کرده و واقعا میخواسته پرونده رو تمومش کنه، ولی میبینه که بیلی اونجا نیست و پاکت نامه روی میزش هم به چشمش میخوره. متوجه میشه بیلی این رازشو به دست آورده، یعنی فهمیده که کالین مأمور مخفی باند فرانک کاستلو توی ایستگاه پلیس بوده. برای همین هم سعی میره پای لپتاپش و با زدن رمزی که بیلی بهش داده بود همه اطلاعات این مرد رو از ایستگاه پلیس پاک میکنه. یعنی دیگه عملاً هیچ مدرکی وجود نداره که بیلی بتونه ثابت کنه مأمور مخفی پلیس بوده. بیلیو میبینیم که میره دم سر کار مدلین. اینم بگم که هنوز نفهمیده این دختر دوست دختر کالینه، یعنی بزرگترین دشمنش. یه پاکتی بهش میده و میگه اگه تا فردا از من هیچ خبری نشد یا بهت زنگ زدم و خودم گفتم، حتما این پاکت رو باز کن و کاری که گفتم رو توش انجام بده. مادلین میخواد یکم باهاش صحبت بکنه، اما بیلی میگه الان کار دارم و اگر میخوای از احساسات صحبت کنی یکم قشنگ بهش فکر کن. دو هفته دیگه اگه منو دیدی اون موقع در موردش حرف بزنیم. بعدم هم خدافظی میکنم. این روز میگذره و کالین و بیلی هیچ کدوم هیچ عمل دیگه ای انجام نمیدن. صبح بعدی کالین بیدار میشه و مادلین پاکتی براش میاره. پاکتی که توی اون عکس سونوگرافیه و بهش میگه که من ازت بار دارم. هر دو خیلی خوشحال میشن. ساعتی بعد کالین رفته دوش بگیره و بسته‌ای از طریق پست براشون ارسال میشه. مادلین تحویلش میگیره. بارومی بازش میکنه و روی اون نوشته همین الان منو پخش کن. با کنجکاوی بدون اینکه چیزی به کالین بگه سیدی رو توی لپتاپش میذاره و بهش گوش میده. هر لحظه عصبانی تر و چشماش گردتر میشن. این بسته رو بیلی فرستاده. توش هم یه مکالمه است بین فرانک کاستلو و کالین. همه حرفی هم میزنن و کاملا مشخصه که کالین نفوذی این مرد توی ایستگاه پلیس بوده. مدرک کاملا کافی تا همه چی رو بتونه ثابت بکنه. مادلین با عصبانیت میره سمت کالین و صدا رو از اسپیکر خونه پخش میکنه. کالین هم خوشگیسته رو نمیدونه چی بگه و مادلین در آخر میره تو اتاق و درو قفل میکنه.
کنه. حالا فهمیده که نمیتونه از این زندگی فرار بکنه و باید با بیلی روبرو شه. برای همینم به شماره اون زنگ میزنه. بیلی بهش میگه که من همه چی رو ضبط کردم و یه نسخه هم برای وکیلم فرستادم. اگه بلایی سرم بیاد همه رو لو میده و کار تمومه. کالین میگه چجوری به دستش آوردی و بیلی هم میگه وکیل خود فرانک برام فرستاد. به من خیلی اعتماد داشت و میدونست یه روز ممکنه هممون رو دور بزنی. الانم فقط ازت یه چیزی میخوام. میخوام هویتمو بهم برگردونی. بقیه ثابت کنی من بیگناه بودم تا به زندگی عادیم برگردم. بعدم آدرسی رو بهش میده. کالین به این آدرس میره. همون خونه متروکه‌ای هست که کونا ازش افتاده بود. میره بالا و بیلی که یه گوشه قایم شده یه رفیق سمتش حمله میکنه. کالین که ترسید دستش میبره بالا و تسلیم میشه. بیلی بهش دست بند میزنه و میگه الان میریم ایستگاه پلیس و همه چی رو لو میدم، دیگه نمیتونی فرار بکنی. کالین میگه که هیچ کس حرفتو باور نمیکنه و بهش میگه اون موقعی که ایستگاه پلیس رفتی منم همه هویتتو از توی ایستگاه پاک کردم، یعنی هیچ چیزی وجود نداره که بتونی ثابت کنی پلیسی. بیلی با عصبانیت چند تا ضربه بهش میزنه و اونو میندازه زمین و بعدم میگه میدونستم ممکنه این کارو انجام بدی، اما من بالاخره میتونم خودم رو ثابت بکنم. الانم به یکی از همکارای سابقم تو پلیس زنگ زدم و داره میاد کمکمون و با هم میبریمت ایستگاه پلیس. این مامور به اسم براون سر میرسه. کالین سری خودشو میزنه به موش مردگی و میگه که به بیلی شلیک کن، الکی کشون درت اینجا میخواد جفتمون رو بکشه. از اونجایی هم که این همه مدت با کالین کار کرده ولی چند وقت از بیلی هیچ خبری نداره، ممکنه خلاف شده باشه، حرف کالین رو باور میکنه. اسلحه‌اشو میگیره سمت بیلی و میگه تسلیم شو. اما بیلی این کارو انجام نمیده و همونطوری عقبکی همراه کالین میره توی آسانسور. یه نفس راحت میکشه و میگه که همین که بریم به ایستگاه پلیس کار تمومه. آسانسور میاد طبقه همکف، درش باز میشه. یه دفعه گلوله‌ای تو سر بیلی میخوره و میوفته زمین. میبینیم یکی دیگه از مامورهای پلیس یعنی باریگان پشت در و اون این کارو انجام داده. میاد پیش کالین و میگه منم برای فرانکاستلو کار میکردم و از اول حواسم بهت بود، الان فهمیدم چه اتفاقی افتاده و اومدم کمکت. میخواد دستای کالینو باز کنه که مامور پلیس دیگه یعنی براون که تو پشت اومن بود بالاخره میرسه پایین و میبینتشون. بارینگام هم که پیش کالینه با اسلحه‌اش کار براونو هم تموم میکنه. دو تایی میان بیرون و حالا کالین یه اسلحه برمیداره و به بارینگام شلیک میکنه. دلیلش هم میفهمیم. کالین به ایستگاه پلیس میاد و همه اتفاقها رو توضیح میده ولی با یه سری تغییر. میگه بیلی واقعا مأمور مخفی پلیس تو باند فرانکاستلو بود. منم رفته بودم اونجا که باهاش ملاقات بکنم. ولی یه دفعه این مأمور بارینگان سر رسید. حالا هر کاری تا الان خودش کرده رو میندازه گردن بارینگان. میگه که اون نفوذی فرانکاستلو بودش و همه اتفاقها رو اون رقم زده بود. خلاصه که مأمور بارینگان اومد بالا و مأمور براون اومده بود کمک من. بارینگان به مأمور براون و بیلی شلیک کرد و در آخر هم من تونستم متوقفش کنم. این حرفایی که میزنه با عقل همه جور در میاد و همه باورش میکنن به خاطر اینکه هیچ نقصی توش نداره. روز بعدی هم یه مراسم خاکسپاری خیلی شیک و سنگین برای بیلی میگیرن و بهش مدال افتخارم میدن که برای کشورش فداکاری کرده و باند کاسل رو گیر انداخته. توی این مراسم هم مدلین شرکت کرده، تنها کسی که حقیقت کارین رو میدونه. با کارین روبرو میشن اما هیچ حرفی بهش نمیزنه. سکانس آخر فیلم مدتی بعد نشون میده. معلوم نیست چقدر قضیه گذشته. یه روز کالین بیرون میاد تو خونهشون و همین که وارد میشه دیگنام رو میبینه. دیگنام هم به دست و هم پاش کلی پلاستیک پیشیده که موقع کثیف نشه. بدون هیچ حرفی اسلحه‌اش رو میاره بالا و با یه شلیک کار کالین رو برای همیشه تموم میکنه. اینطوری انتقام بیلی رو میگیره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. دیپارتر از اول تا آخر شما رو میخکوب نگه میداره. نقاط قوتش هم اولیش خاطر بازیگرهای خفنه. وقتی مارتین اسکورسیزی یعنی یکی از بهترین کارگردانهای دنیا میخواد یه فیلمی رو بسازه، معلومه که از بودجه خیلی زیادی هم بهره منده و میتونه همچین تیم بازیگری خفنی رو دور هم دیگه جمع بکنه. ولی خب جدا از اینکه هر بازیگری چه نقشی رو توی فیلم به عهده بگیره، میشه هنر کارگردان که اسکورسیزی هم فوق‌العاده توی این زمینه خودش رو نشون میده. نقطه قوت دیگه فیلم که از همه هم شاید مهم‌تر باشه، نویسندگی و داستان خفنشه. داستانی که از اول تا آخرش تویست های مختلف داره، سکانس های هیجان انگیزش اصلا کم نیست و از طرفی هم بیش از حد نیست که براتون تکراری بشه. باری که اتفاقهای خفن فیلم میفتن ضربان قلبت کاملا متوقف میشه و فقط زل میزنه توی اون صحنه و داری باهاشون فکر میکنی که الان چه اتفاقی قرار بیفته. بهترین صحنه‌ش هم به نظرم همون جاییه که هر دو نفر به همدیگه زنگ زدن، هر دوتا مامورای مخفی،
و هیچ کدوم صحبت نمی کنن. اون لحظه واقعا قلب آدم وای میسته و فقط داری دعا میکنه که هیچ کدومشون صحبت نکنن دیگه. خب تو زمینه فیلمبرداری، میزانسن، دکوپاژ، طراحی صحنه، همه اینا هم واقعا فوق العاده ایفا میکنن دیگه. تو زمینه های دکوپاژ، فیلمبرداری، میزانسن، تو همه اینا هم یه تیم خیلی خوب کارو انجام دادن و برای همین هم از یکی از بهترین های دنیا حساب میشه. اسکورسیزی یه کار خفنی هم که انجام میده، میاد از زندگی کسایی که واقعا توی پلیس و به عنوان مامور مخفی کار کردن استفاده میکنه. میاد بزرگترین دردها و ترساشون رو میگیره و توی فیلم به من و شما نمایش میده. برای من و توی که توی این زمین آشنایی نداریم خیلی جذاب میشه و برای همینم خیلی از مخاطبهای مختلف جذب فیلم میشن. همین دیگه، زیاد صحبت نکنم، خواستم فقط نقاط قوت فیلم رو بگم. امروز ترسناک نداشتیم، یه سر زدیم به سینمای دنیا که یکی از بهترین هاشو ما هم ببینیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلاسیه.